درود بر شما جناب استاد اوستا و درود بر عاشقان ایران، درود بر کسانی که دلشون برای ایران میتپه، درود بر کسانی که هنوز در اختیار ایران هستن، نه در اختیار بیگانه و بیشرف و بی همه چیزها. الان در شمال کالیفرنیا یک عده‌ای که قبلا نمیدونم چی بودن، حالا نمیخوایم صحبتشون رو بکنیم، اینا راه افتادن و علیه کسانی که تو اون مملکت خدمت کردن صحبت های بد میکنن، زشت میکنن، حرف های یعنی از ایرانی بعیده که این همه حرف های زشت ناموسی بزنن، ولی به هر حال این کارا رو میکنن. ما در شمال کالیفرنیا هستیم و خب کسانی هم که چه قبل از ما و چه بعد از ما وارد این سرزمین شدن، به هر حال اگر ایرانی بودن و خون ایرانی داشتن نمیتونستن خیلی ساکت باشن و بی هنر باشن و به هر حال کمکی بکنن به فرهنگ ایرانی. یکی از اینا زنده‌یاد مدنی بود. مدنی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داستانش کاملا متفاوته. تیمسار مدنی، شما بگم ایشون بعد از انقلاب یه کار خیلی خوبی کرد، ببینید که صدام حسین برنامه‌ریزی از دراز مدت داشت برای تجزیه خوزستان و نیروهایی رو بسیج کرده بود که خوزستان رو تجزیه کنن و درگیری به وجود بیارن، مثل که تا الان این مسئله ادامه داره. تیمسار مدنی سرکوب کرد اون رو، یعنی واقعا من به خودشم همون موقع گفتم همون سالها که اون کارش رو من واقعا تایید میکنم، چون الان ما داریم میبینیم که تجزیه ایران سرلوحه کاری استعمارگران و به ویژه اعراب بوده که صدام حسین اصلا جنگ رو برای میکسون که بندن برای میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه، با عربستان سعودی با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چه همینه. گفتم برم انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرد. کارش که بعد از انقلاب انجام داد شجاعت بزرگی بود. کار دیگه که آقای سپند زلزله طبس که شده بود، ایشون رفت در روستای ما در طبس. ما یه روستایی داریم اسمش خسرو آباده، البته من متولد مشهدم ولی خسرو آباد در طبس، خسرو چون خسروه، این رفت اونجا. بعد من رفتم اونجا کمک میکردم، منم اونجا بودم، گفتم تیمسار چرا اومدی تو خسرو آباد زدی، میدونستی ده ماه؟ گفت نه، برای که خسروه اسمش. یعنی شایه فرمایشا چون من رو گوش میکنیم، ببخشین که من به پرانتز وا کردم. من سال 49-50 بندر عباس بودم و در شهربانی بندر عباس بودم. دکتر مدنی اون موقع تیمسار مدنی بود و بسیار بسیار انسان آگاه، منضبط، مهربان بود و به هر حال با وجودی که شهربانی زیاد از نیرو دریایی راضی نبود، برای که درجه دارا افسرا خوب می آمدن درگیری می شد بین پلیس، بین اینها، بین مردم و درجه دارا افسرهای نیرو دریایی،
خب ایشون هم پشتیبانی میکردن از افسراشون، خیلی آدم مهربانی بودن، ولی به هر حال ایشون در نیروی دریایی شاهنشاهی ایران بودن و من به هیچ وجه از ایشون چیزی ندیدم علیه پادشاه مملکت باشه. اکثرا با نیرو دریایی رفت و آمد داشتیم، اینا یکی دو بار درگیری های خیابانی و اینا ایجاد شده بود و ایشون چون در این حال رئیس نیروی کلیه نیروهای نظامی بودن، در هر شهری بالاترین درجه افسر میشه رئیس همه اونها، اگر ارتشی باشه نظامی باشه، همه اینا البته یکی هستش. در بندر عباس چند تا اتفاق می افتاد که من اونجا بودم. یکی این که یک سرهنگ پیری فوت شده بود، آمدن مراسم رو تو خیابون اجرا بکنن، یک خیابون رو بستن و این باعث شد که راه بندون بشه و پلیس بیاد جلو و اینا هم خودشون کار خودشونی می کردن، یعنی هم به اصطلاح پلیس نظامی داشتن هم، یعنی شهر رو در واقع به هم ریخت. ما هرچی تلفن کردیم تیمسار که آقا این کار غلطه، نباید این کار بشه، اینا نشد. و بعد از مدتی دیگه زیاد همچی رابطه خوبی برقرار نبود، تا اینکه یک روزی تیمسار خاتم که در این حال شوهر خواهر پادشاه ایران بود، آمده بود برای بازدید نیروی هوایی که داشتن راه مینداختن، توی فرودگاه باید طبق معمول فرمانده کل نظامی اون شهر رفت استقبال، ولی تیمسار مدنی نرفت. برای شهربانی هم خبر داده بودن که این داره میاد، ایشون یکی از افسرهای راهنماییشو به نام سروان باقری، هنوز اسمش یادم، فرستاده بود اونجا که اگر جایی میخواد بره با موتورسیکلت جلو بیفته، که به هر حال طرف هم فرمانده نیروی هوایی هم شوهر خواهر پادشاه مملکته. این فرستاده بود اونجا و بعد توی فرودگاه وقتی پیاده میشه میگه که تیم رئیس به اصطلاح نیرو دریایی کجاست، میگن جایی نیست. و همین افسر موتور سوار میگه برو، از تو فرودگاه میگه برو نیرو دریایی. این میره و میره وارد نیرو دریایی میشه و میپرسه که اتاق تیمسار کجاست. میره اونجا، تیمسار میاد با کمال احترام، ولی شوهر خواهر پادشاه خیلی عصبانی میشه که این نیامده بود. اونجا درگیری لفظی ایجاد میشه و خب اینجا مدنی کار بدی کرده بوده. بله 100%. بله بسیار بدی کرده. 100%. یعنی اصلا در همه جای دنیا اینه که یک کسی که در نظام هست وارد یه شهری میشه، اگر درجه بالاتری حتما باید بره، ولی خب ایشون حساب کرده و چون نیروی دریایی و نیروی هوایی کاری نداره نرفت. در این فاصله بین اینا چیزای لفظی ایجاد میشه، درگیری لفظی و یک توهینی. تیمسار فرمانده نیروی دریایی به تیمسار فرمانده نیروی دریایی اونجا میگه هوایی به دریایی. بله دریایی. یعنی هوایی توهین میکنه یا دریایی؟ نه هوایی توهین میکنه به دریایی. حقش بوده، اینجا حقش بوده. برحال اینم که خودتی وقتی خودتی این بلا فاصله سوار ماشین میشه و برمیگرده فرودگاه و همین افسری که اونجا شاهد بوده میگه برگرد برو فرودگاه. این میاد و اینم کاری نداشته، فکر میکنه تموم شد داستان. یه هفته بعد یک احضاریه میاد از دادرسی تهران برای این باقری که دوست ما هم بود. خداش بیامرزه. شما باید بگید آی سپند نگفتید که اون موقع شما خودتون افسر شهربانی بودید.
بله من افسر شهربانی بودم. افسر شهربانی بودیم. بله افسر انتظامی هم بودم، معمولا توی همین کارا دخالت داشتم. آره. و کابارا آگاهی و انتظامی و اینا. این باعث شد که این احضارش کردن، بلا فاصله باید بیاد تهران. بعد این بود خیلی خوردم پریشان بود، ترسیده بود اگر خطایی از افسر شهربانی دست میداد دادرسی کرمان احضار میکرد، نه دادرسی به اصطلاح تهران. ما شوخی داشتیم با هم، گفتیم آقا من تو جنایتی کردی، شوخی میکردیم، تجاوز کردیم. اینا خیلی عصبی شده بود، ولی به هر حال این شوخی ها بین افسرها بودن، نه مدنی نه همون باقری. آه باقری سروان باقری، خیلی افسر یا ستوان یک بود یا سروان، خیلی درگیری ها. باقری هم احضار کرده بودن، مدنی هم احضار کرده بودن؟ به مدنی اصلا کاری نداشتن، نگو مدنی قبلا احضار شده رفته، چون بلا فاصله احضار شده رفته تهران، دادرسی ارتش اونجا تیمسار جمع رئیس دادگاه بوده، وقتی میره اونجا همه چیزها رو اتهام ها رو اتهامش یکی این بوده که توهین کرده به فرمانده نیرو هوایی، وظیفه‌ش هم این بوده بره نرفته بوده اینا. این میگه که نه من توهین نکردم، این توهین رو من قبول ندارم. گفت چرا؟ گفت ایشون به من توهین کرده. رئیس دادرسی ارتش گفت شاهدی داری؟ چون خیلی براش بد میشد. اینم میگه یه افسر شهربانی اونجا بود، کسی دیگری همین باقری اونجا بوده و کسی دیگری نبود اونجا. خیلی جالب بوده صحنه. و اگر این افسر شهربانی بیاد و حقیقت رو بگه، فکر کرده بود که افسر شهربانی همه مثلا چاخان رو درو بگه، باقری رو که میبرن اونجا، رفت اونجا و بعدن هم برگشت، این حقیقت رو گفته بود. اول تیمسار نیروی هوایی اون فوش داد، تیمسار خاتمی، اول تیمسار خاتمی فوش داده چون مدنی نرفته به استقبالش، بعد ایشون هم گفته خودی. میگه من رفتم اونجا و تیمسار جمع پرسید، راستش گفت، گفت خب برو. این اومد و به یه هفته هم گذشت و ما هم بی خبر. حالا دو سه تا درگیری بعد تو خیابون ایجاد شده بود، خب اونا هم افسرن دیگه، مثلا کار خلاف میکردن، میگفتی آقا ماشین ورد و برو، به جایی که نلج میکرد نمیبرد. خیلی یعنی به شخصیت افسران بی احترامی زیادی میکرد، نه خودشا، کار کسایی که در نیرو دریایی بودن، آدمای مدنی. یعنی آره زیاد با مدنی خوب نبودیم. فکر کرده بود، گفت این افسرها لحجش هم محمود، من فکر میکردم این افسرهای شهربانی خیلی به صلاح نامردن و از این حرف بود. وقتی این افسر شهادت داده بود، این از این داستان تبرئه شد. تبرئه شد، اما و وقتی هم که برگشتن هر دوی اینا بندر عباس، یه مهمانی بزرگی مدنی داد که تمام افسرهای شهربانی رفتن اونجا. ما هم اول گفتیم رئیس شهربانی یک سرهنگی بود، دادش گرامی بود، سرهنگ سیاسی پور. وقتی گفت که بریم مهمونی میمشه، ما هم گفتم من نمیام، اینا من میزنن، برای که اونجا دیگه گیریم، تو خیابون باشه مردم اقلا میبینن. گفت نه نمیزنن، بیا. رفتیم اونجا و دیگه خیلی مفصل و جشنی گرفته بودن و اینا، و خیلی هم به ما کادو دادن، هرچی کادو که غیر قانونی وارد میشد، چون اینا میتونستن بدون اینکه گمرک ببینه، باید گمرک ببینه طبق قانون، طور که الان هم نمیبینه گمرک، اینا برای خودشون وارد میکردن و تقسیم میکردن و
یعنی کارشون فروش نبود. به هر حال مثل که در میزنه خانم. او ببخشید صدام ضبط شد. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه. محجبی نه ها؟ نه خانم دیگری هستن که حالا ما برای محجبین خوندم خلاصه. نه من در سر کار اینجا بودم. بعد به هر حال بعد این اتفاق افتاد. ایشون بعد از 10-15 روز بازنشسته کردن یا 20 روز مدنی رو به محصی که بازنشسته شد آمد تهران که استاد دانشگاه بشه. اونجا ساواک اجازه نداد. در اینجا دیگه اون موقع مردم دنبال این بودن که هر کس دوزن بود. چه سالی بود؟ اینا چه سالی بود آقای سپند؟ براتون میگم 49-50 بندر عباس بودم. درست. بعد ایشون که اومد ناگهان یک دفعه معروف شد به دشمن خاندان پهلوی. خودش بفهمه یا بدونه. البته خودش میگفت که در دوران دانشجویی جزو یک گروهی بوده ولی نتوده. و اینا رو بعد که آمد چیز من فهمیدم اومد امریکا. اومد پیش میدونی که از پاریس اومد امریکا؟ بله. اینجا همسایه خواهر ما سارا بود تو همون تور بلدینگ 2000 زندگی میکرد و اونجا بود. جالبه و تو پرانتز به شما بگم که همون موقع هم که خب رادیوی آوا ایران ما خیلی گرفته بودی همسایه چیزم بود خواهر ما بود و به هر حال جالب بود. من همینا رو میخواستم خدمتتون بگم. خداش بیامرزد بعد از اینکه این شد استاندار خوزستان در زمان همین حکومت ننگین اسلامی خیلی خدمت کرد به ایران. آدم درستی بود ولی تو این چاله روشن فکرهای خائن افتاد و شد دشمن مثلا خاندان پهلوی. اینا اصلا نبود و به هر حال ایشون وقتی که 4 آبان میشد میامد توی بندر عباس یک ترتیب یک رژه رو میداد که سربازان کنار عکس شاه خودش وای میستاد. خیلی هم علاقه من بود. حتی به شهربانی هم گفته بود حتما باید بیاد افسرها که من خودم جلو عکس شاه عنوان افسر شهربانی رژه رفتم 4 آبان. این چیزا بود و این اختلافی بوده که با داماد شاه داشته با تیمسار خاتم. مسئله شخصی بود. آدم اگر این اتفاق درگیری پیش نمی اومد همونطور مونده بود و هیچ بعید نبود که در زمان خمینی جلاد اعدامش. بله یعنی بعضی اتفاقا می افته به گردن آدم می افته که دشمن مثلا خاندان پهلوی باشه. ایشون بعد از انقلاب باز هم قصد خدمت به ایران داشت و یه اتفاق خندداری هم افتاده بذار برای مردم بگیم. ایشون بعد از انقلاب رفت شد نماینده بندر عباس. این بندر عباسی ها دوستش داشتن که این ما به اصطلاح بیمارستانه، یعنی کشتیه که بیمارستان نیرو دریایی بود، می برد این جزایر و آدم های مریض رو می آورد بیمارستان معالجه می کرد. خیلی دوستش داشتن. بعد از انقلاب هم همونو دوستش داشتم و میخواستم نماینده بشه و میشد. اما آقای صادق که قومخیش طباطبایی خوشگله برادر زن احمد خمینی معروف به صادق خوشگله، این هم جا آمد نماینده شد. خیلی هم خوشگل نبود. دیده بودمش. خواهرش میگن خوشگلتره که خمینی برای احمد گرفت. الان هست فاتی خانم. بعد خمینی هم براش شعر گفته میگه فاتی جان از تو یاد گرفته، تا هم یک فاتی جان داری. خمینی هم میدونی شعر گفته برای فاتی؟ بله شنیدم. او هم از شما تقلید کرده. نمی کنم ولی به هر حال این شد میخواست نماینده بشه از بندر عباس.
خب همه هم اسلامی ها اینا اینو میخواستن. در این فاصله چند تا درگیری ایجاد شده بود بین اسلامی ها و بندر عباسی ها. بندر عباسی ها زیر عکس صادق خوشگله نوشته بودن که ایشون باید بره قزوین نماینده بشه و این درگیری عجیب ایجاد شده بود. ها صادق گفته بودن بعد من داستان دعوا میشد اگه میرفت قزوین روش دعوا میشد. بعد در این فاصله که ایشون استاندار خوزستان بود خیلی هم کمک کرد. یه کار دیگه هم که کرد یه پولی از شاد یادم نیست از کی از CIA گرفت حالا یادم مثل که 1 میلیون 10 میلیون چیزی گرفت و این خرج افسرهای آواره و بیچاره و زن مریض و این کارا کرد. درسته اینو من شاهد بودم اینجا پاریس میدونم. درسته وقتی آمد امریکا یک قرون نداشت بیاد مثلا خرج خودش بکنه. در نتیجه چند تا کرمانی که خیلی دوستش داشتم مهماندارش بودن اینها و ما میرفتیم پیش ایشون و یاد اون دوران هم بخیر بود و میخندیدیم و ایشون چی شد ایشون بود تا همسرشون اومدن رفتن در یک شهر دیگری در امریکا و ایشون به خاطر همسرش از کالیفرنیا رفت. ولی در این فاصله یک سرطان وحشتناکی هم گرفت و یادش گرامی بود. وقتی باش مصاحبه میکردیم برای تلویزیون آپادانا اینجا ایشون گفت که من نگران ایران نگران خودم نیستم نگران ایرانم. اصلا به من فکر نکنید و فکر کنید که وطنتون رو از این سرطان نجات بدید. یعنی واقعا دشمن این جمهوری ننگین اسلامی بود. آره بعد این شکل خود شد و از خودش بدی به جای نگذاشت. این خدمتتون میگم اینجا کسانی بودن که سلطنت یعنی در زمان شاه تیمسار هم بودن. یکی دوتاشون دو دوزه بازی میکردن و خیلی اصلا کار پستی میکردن برای اینا هم بودن. ولی خوشبختانه این مرد با نام نیکو مرد و امیدوارم کسانی که هنوز با مدرین دشمنی دارن یا فوش بهش میدن یا خاطراتشون رو تعریف میکنن یا میان تو رادیو یه حرفایی میزنن یه دقتی هم داشته باشن که این مرد با وجودی که درجه پایینی داشت و به دستور شاه سرتیپ شد و سرتیپی درجه خیلی بالاییه در ارتش و ولی به گردنش افتاد دشمنی با خاندان پهلوی. یادش گرامی باد. من خیلی دوستش داشتم. دوست خوبی بود. خیلی مهربان بود. خیلی ساده دل بود. همه این زیبایی را این مرد داشت. آقای سپهر من در پایان یک نکته ای رو گواهی باید بدم که در تاریخ بمونه. من در چند موردی که تیمسار مدنی رو اینجا دیدم نه چایشو خوردم البته نه شیرنی خونهشو خوردم و نه یک دلار ازش پول گرفتم. ولی خب چون عرض کردم توی ساختمون خواهر من مینشست ما با هم برخورد میکردیم هم دیگر میدیدیم. یه بار به شوخی بهش گفتم آخه چون من جریان تیمسار خاتمی خبر داشتم گفتم آخه تیمسار دکتر مرد حسابی داماد شاه میاد تو شهر تو شهر امریکایی تو چرا نری به استقبالش که بعد وقتی به سرت بیاد اینا. اینه که گفتم یک نگاهی به من کرد یک خنده یا کرد گفت من به تو اینا میگم چون من محبت کرد به من گفت من تو دوست دارم هر هفته برنامه دارم میشنوم از رادیو میدونم آدم خلاصه از گفت بیا بهت بگم. دست من گرفت از اون پلهای تور 2000 که میومدیم پایین به من گفت ببین اون موقع شایع شده بود که این مرد مخالف شاهه و میخواد کودتا کنه و بعدم که کشتنش دیگه اینا. گفتم آره اینا میدونم. گفت اون موقع من فکر میکردم من الان برم به دیدن این به استقبال این چون از تا
تهران دستور به من نداده بودن، گفت تهران دستور به من نداده بودن که ایشون میاد اونجا، خودش سفر خودش داشت، خودش تصمیم گرفته بود. من گفتم اگه الان من برم با ایشون ملاقات کنم و استقبال کنم و اینا میگن منم توی کودتا دست دارم و وضعم که قاراش میشه ما رو میگیرن ما رو میکشن، من به این خاطر نرفتم. بعد دیدم یه علیه من شد، یعنی مشخصا یه کار من کردم به نفع شاه، به نفع مملکت، یعنی من شاه رو دوست داشتم، نمیخواستم اینا فکر کنن که من با این قول و قرار داریم اومده خوزستان من رو ببینه برای کودتا ما باشه. چون شایعات میگفت، من میدونستم شایعات اون موقع در رویشون بود با اینکه این کارم نبود ایشون. اینی که به من گفت، من هرگز آی سپن تا به امروز فرصت نشده بود جایی رو بگم. این گفتگو با شما بهانه خوبی بود که این رو بگم که تو تاریخ ثبت بشه. حالا خانم ایشون نمیدونم کجا هستن، ولی دختری داشتن اینجا، امیدوارم دخترش خوب باشه، خانمش خوب باشه، تندرست باشن و بدونن که توطئه همیشه بوده برای اینکه وطن پرستای ما رو در ادا. بدانید هرگاه کسی اومد به بچهای جنگ، مدنی هم یکی از آدمای جنگه، چون در جنگید با اونها در خوزستان که بود، همونطور که شما گفتید قاطع مثل شیر وایساد و تجزیه طلب ها رو نابودشون کرد. تجزیه طلب تا ابد و در هر جای گوشه و کنار ایران دیده بشه، اینا نوکرای بیگانه هستن و اینها رو بایستی از سرزمین ما راند. کار خوبی کرد. الان های سپن تمامی رزمندگان جنگ ایران و عراق و اونایی که برای استقلال ایران جنگیدن رفتن روی مینها، خلبان های ما که کشته شدن، چند صد تا خلبان های ما که رفتن اونجا رو آقا خلبان ما رو تیکه پاره کرد صدام حسین، یه تیکه برد بصره، یه تیکه برد نینوا با جیب خلبان علی اقبالی. این بچه ها الان اینا که دشمنی میکنن آقای سپند شناسنامه ایرانی دارن اما عراقی هن. همچنان که الان 70% مردم عراق شیعه بودن ولی سربازای صدام بودن به ایران حمله کردن، الان نظام جمهوری اسلامی او 70% در اونجا به عنوان شیعه فقط پول میده، حقوق میده، زندگی میده. بچه های ما که جنگاور بودن چش از دست دادن، پا دست شیمیایی شدن، دواهای خودشونو تو ایران ندارن، یعنی دشمن همچنان اونجا پا داره. سپاسگزارم آقای سپند. درود بر شما و امید دیدار بعدی. امید دیدار بعدی. با بوسه امید.